در کنار جنبش سبز. این جنبش سبز چرا سبز نام گرفت؟ اگرچه من با سبز هیچ جنگی ندارم، خیمه رستم هم سبز رنگ بود. سبز نشان زندگی و زایندگی و باروری است، سبز نشان نوروز است. ولی با میر حسین موسوی چه کار دارد سبز؟ میر حسین موسوی که هم با نوروزش سر ستیز دارد، هم با شاهنامه و فردوسیش، هم با رستمش، این سبز آن سبز نیست. ولی خب من تا کنون سخن نگفتم در این زمینه تا نگویند که سنگی در پیش پای جنبش میاندازم. آنچه که من میگویم و خواهم گفت در نشست‌های آینده یاران این است که هوشیار باشیم. این پدیده‌ای که به نام اکبر گنجی نامیده شده است، که در پشتش محسن سازگارا هست، در پشتش محسن محملباف هست، در پشتش هوشنگ امیراحمدی هست، در پشتش تنی چند از استادان دانشگاه هستند که در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا تدریس می‌کنند و مشاورین کاخ سپید آمریکا هستند، در پشتش عبدالعلی بازرگان هست. اینها همه با هم در یک همازوری و این همانی کاری را می‌خواهند به سامان برسانند که نگذارند ریشه‌های جمهوری اسلامی از ایران کنده بشود. این درخت حکومت اسلامی باید بماند، همان گونه که لابی‌های جمهوری اسلامی کوشش می‌کنند که به دولت مردان و دولت زنان آمریکا و کاخ سفید و کنگره آمریکا نشان بدهند که درخت حکومت تکان نخورده است. این رخداد کوچکی است که حالا گرفتاری‌هایی هست میان مردم، اختلافات کوچکی است که رفع خواهد شد، این گونه وانمود می‌کنند. و اکبر گنجی و دیگران هم میخواهند همین را بگویند. این آرنگ بسیار بسیار زشت و بسیار بسیار بد. خواهید گفت چرا زشت و بسیار بد؟ آری خواهم گفت چرا. آرنگ زندانی سیاسی آزاد باید گردد. یعنی چه؟ یعنی چه زندانی سیاسی آزاد باید گردد؟ یعنی حکومت اسلامی بماند و زندانی سیاسی را آزاد کند؟ گیرم که آزاد کند، گیرم که در زیر فشار اندیشه های همگانی مردم جهان چهار تا زندانی سیاسی رو هم آزاد کرد. شما با این سر و کار دارید؟ همین خواسته شما همین است که چهار تا زندانی سیاسی آن هم از تبار شما آزاد بشوند؟ آیا شما آزادی زندانیان سیاسی هواداران پادشاهی رو هم خواهانید؟ آیا شما خواهان آزادی زندانیان مجاهدین خلق هم هستید؟ اکبر گنجی رو راست باش با ما، دست کم یک بار در برابر یکی از تلویزیون‌ها بیا بگو آری ما خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستیم و با درخواست بانو مریم رجوی هم صدا می‌شویم و از دولت ایران می‌خواهیم که مجاهدین خلق پس از سالها آوارگی به خانه‌های خود برگردند و از مردم ایران پوزش خواهی کنند و با آغوش گرم از سوی مردم ایران پذیرفته بشوند. چرا این کار نمی کنی؟ چرا تنها از زندانیان سیاسی هماندیش خود پدافند می کنی؟ اینها را ما خواهیم گفت و نشان خواهیم داد که فریب بزرگ دیگری در کار است. بسیار خوب، ادامه این برنامه را می گذارم برای روز دو